درود به همگی بچه‌ها، به چنل پوریا پوتک خوش اومدید. امیدوارم روز خوبی رو بوده داشته باشید. تو ویدیوی امروز قراره سخت‌ترین و عجیب‌ترین قوانین همه کشورهای دنیا رو بهتون بگم. از هر کشور یه قوانین. جالبه بدونید که رتبه یک دنیا هم تو عجیب‌ترین قوانین برمیگرده به کشور خودمون ایران، که بهتون میگم چیه. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید و اینکه سابسکرایب کنید. یه مسئله خیلی مهمو بگم. دو تا بدقولی تو این چنل صورت گرفته. یکی مجازات منه که واقعا آدم بدقولی هستم، ولی من وجدانا مجازاتو میذارم هر جوری شده. خیلی زود، یعنی کار به جایی رسیده که میخوام یه روز دو تا ویدیو آماده کنم، اون یه تیکه هم مجازات که مونده رو برم فیلم برداری کنم براتون بذارم. یکی ولاگ. بچه‌ها ولاگ صدکارو باید به من فرصت بدید. اگه میخواین خیلی قشنگ‌تر شه باید بسید آماده شه. یعنی یه کاری دارم میکنم، تا وقتی که آماده نشه این ولاگ کامل نمیشه. یعنی اینجوری میشه که من قسمت یک ولاگو بذارم، بعد قسمت دوشو مثلا 3 ماه بعد بذارم. نه، باید قشنگ ولاگ آماده شه، ولی مجازاتو حتما میرم. در مورد هزینه‌ای هم که به طرفدارام قرار بود پول بدم، امروز وایس گذاشتم تو چنل، حتما چک کنید تا اون پولی که بردید رو بگیرید. بریم هم ویدیو رو ببینیم. میریم سمت اولین قانونی که میخوام از یک کشور بهتون بگم. فشار دادن باسن محترمه دخترها. در کشور ایتالیا جریمه و زندان برای فردی که انگشتشو جایی میذاره که نباید بذاره. در بعضی موارد حتی سوت کشیدن و تیکه به زنها باعث درد سر انداختن خودتون میشه. در کشور پرتغال اگه یهو حواس شاشیدن کردی باید حواستو جمع کنی، چون اگه تو آب بششی و یه نفر تو رو ببینه و به پلیس بفروشه جریمه و زندان داره. اگه قصد دارید امروز پشماتون رو بزنید، اصلا نگران نباشید. این قانونی که الان میخوام بهتون بگم باعث ریخت و شدن همه پشماتون میشه. تو کشور آرژانتین اگه کسی با داداشش ازدواج کنه جرم محسوب میشه. آخه کدوم خری با داداشش ازدواج میکنه؟ من واقعا نمیفهم دلیل این قانونا چیه. تو یکی از ایالت‌های آمریکا اگه گوشت آدم بخوری 14 سال میری زندان، ولی اگه از گشنگی مجبور باشی اشکالی نداره. در کشور ماراکو اگه موش بیاد خونتون و شما موشو بکشید میرید زندان. یعنی اگه جسد موش تو خیابون پیدا شه پزشک قانونی میاد سراغتون. خدا. اگه برای سفر به سوئیس رفتی هیچ وقت با یه دختر جوان تو خیابون دست نده، چون این کار تو این کشور ممنوعه. در کشور ژاپن اگه مردها دور کمرشون بیشتر از 33 و زنها بیشتر از 35 باشه جریمه خواهند شد. من اونجا هر روز باید جریمه بدم گایز. تو استونیا اگه موقع رابطه جنسی شطرنج بازی کنی جریمه میشه. به خدا هیچ کدوم از این قوانین دروغ نیست. شاید فکر کنید الکی مثلا پوتک میگه برای ویو، نه اینا هست، میتونید تو اینترنت سرچ کنید ببینید، تو سایت های معتبر، تو چنل های یوتیوب. من آخه موندم چطور امکان داره در حال بازی اون کارو انجام بدی؟ ولی فکر کنم در حال مثلا پلی. بریم ادامه بدیم. تو زیمبابوه اگه انگشت وسطتو به کسی نشون بدی شلاق میخوری. تو هلند هر اندازه بخوای میتونی گل بفروشی، نه از اون گلایی که میدونید، و پرورش بدی، به شرطی که مالیاتو همیشه به موقع بدی. یه وقت مثلا فکر نکنی الان بری اونجا این کار را بندازی، نه مالیاتش خیلی سنگینه و اینجوری هم نیست بخوای با چسم اسخال شروع کنی. مالیاتش خیلی سنگینه، باید واقعا یه چیز ابرقدرتی شروع کنی. تو بولیویا زن متأهل بیشتر از 1 استکان شراب در هر مجلسی نمیتونه داشته باشه. واقعا دلیل یه سری از قوانین رو نمیدونم. هنوز کلی قوانین تو کلی کشورها هست که نگفتم و وقتی بهتون بگم واقعا همه جاتون فر میخوره. خیلی قوانینی هست که باید بهشون رسیدگی شه و نمیدونم چرا دولت‌ها هیچ کاری نمیکنن و هر قوانین خنده‌دارتر از قوانین قبل. نمیدونم تا حالا در مورد بیگ فوت ها چیزی شنیدید یا نه، ولی قبلا یه ویدیو در موردشون ساخته بودم. جالبه بدونید اگه تو کشور کانادا بیگ فوت ها رو بکشید، امکان این داره که بر اساس حکم دادگاه تا چند سال برید زندان. پس هیچ وقت این کار بیادبانه را نکنید. و از همه جالبتر اینه که بدونید هنوز بیگ فوت ها یعنی اثبات نشدن. کلی ویدیو اومد ازشون بیرون، ولی هنوز ویدیویی نبوده که 100% مقامات بگن این ویدیو واقعیه و بیگ فوت ها هستن. یعنی واسه چیزی که نیستش هم اونا اهمیت قائلن. در کشور امارات اگه پلیس شما رو هنگام قسم خوردن ببینه چه راست چه دروغ، شما تا 3 هفته میافتید زندان. فرض کن میافتید زندان، میرون اون همه گندلا میان جرم چه می قسم خوردن. استفاده از تفنگ آب پاش در تمام مناسبت ها و جشن ها ممنوعه و در کمبودیا هیچ کس حتی اجازه شوخی با این تفنگ ها هم نداره.
که بچه دلیلش هم به خاطر حملات تروریستیه. مثلا اگه یهو یکی به عنوان تفنگ آپاش بره و یه تفنگ آپاشش واقعی باشه ببینن گلوله داره شلیک میکنه. در سریلانکا اگر کسی با مجسمه‌های بودا سلفی بگیره به نوعی توهین به مقدسات محسوب میشه و جرم سنگینی داره. پس اگه یه روز رفتی سریلانکا خدا رو فراموش کن. در سنگاپور جویدن آدامس ممنوعه. هدفتون چیه با این قانونا؟ در کشور بلژیک یه قانون بسیار عجیبی وجود داره. دخترای زیر 18 سال بدون اجازه پدرشون نمیتونن لباس کوتاه بپوشن و اگه دختری در یک مرکز خرید با لباس کوتاه توسط پلیس ایست به اون داده شه، باید رضایت‌نامه پدرش رو همراه داشته باشه تا بتونه به پلیس نشون بده. ولی خب مثل خیلی از کشورهای دیگه، خب این کشور هم جزو از اون کشورهاست که از زیر قانون بعضیشون فرار میکنن و بدون رضایت پدر مادر میان بیرون. ولی خب کشور بلژیک میخواد بگه که اینکه اون دختر به چه دیدی تو جامعه بهش نگاه میکنن میسپاریم به انتخاب پدرش. در کشور دانمارک اگه کسی بتونه از زندان فرار کنه قانونیه و جرمی به عنوان فرار از زندان به جرمش اضافه نمیشه. اگه سریال پریزون بریک رو ندیدید بچه‌ها حتما ببینید، با اینکه من خودم ندیدم فقط شنیدم بمبه. در واتیکان هیچ فردی حق طلاق نداره و اگر بخوان از هم جداشن غیر قانونیه. برای همین زوجها وقتی از هم جدا میشن طلاق نمیگیرن و در خفای خودشون به خیانت میپردازن. و اما یکی از عجیبترین قانونهای این لیست مربوط میشه به کشور اسکاتلند که جرم مورد علاقه ایرانی ها خواهد بود. اگر در کشور اسکاتلند زیر شورتت شورتی دیگری بپوشی به خوردن دوتا آبجو جریمه خواهید شد. از فردا ایرانی ها میرن اونجا، حالا تا دیروز شورت هم نمی‌پوشیدن، با دوتا شورت میرن اونجا آبجو بخورن. ببین کی گفتم. در سوئد این کاملا غیر قانونیه که شبا از این شکایت کنی پس کی روز میشه؟ ناموسن این چه قانونیه؟ انگار مثلا مردمو گرفتن به بردگی. به خدا اصلا قانونا ریدن تو زندگی من. در ایتالیا اگه به یه مرد هنگام دعوا یا جرابست بگی تخم نداری، این حرف یه جرم بزرگ محسوب میشه. خدا رو شکر این قانون مال ایران نیست. باید نصف گندلاتای مجازی و واقعی تو زندان بودن سر چی به یارو گفته تخم نداری. در کاریزوزو زنها در عموم و ساحل میشینن و مردها موهاشون رو میزنن. منظورم موه سر نیستا، این اصلا یه چیزه. این قانون گریه آوره. مثلا زنه میاد میشینه مثلا چیز میگه موه زیر بغلمو بزن. به کجا داریم میریم؟ در ساموآ اگر مردی تاریخ تولد زنش رو فراموش کنه، زن بدون اجازه از شوهر میتونه طلاق بگیره. این قانون اگه تو ایران بود الان طلاق میرسید به اوج. تو آفریقای جنوبی کاملا غیر قانونیه که با خرس کشتی بگیری. آقا کدوم خری با خرس کشتی میگیره؟ تو یکی از شهرهای روسیه اگه ماشینتون کثیف باشه پلیس میتونه شما رو تا 62 دلار جریمه کنه. در یونان پوشیدن کفش پاشنه بلند در کل کشور بند شده و غیر قانونیه. در لبنان مردها میتونن با حیوانات مؤنث از اون چیزا داشته باشن. من فکر کنم این قانون توی سایت ها و چنل ها ثبت شده بخاطر اینکه چند تا ویدیو ازشون اومده بیرون. در صورتی که نمیشه گفت چنین قانونی هست، چون لبنان فکر نکنم مثلا، من فکر کنم در مورد این قانون اشتباه میکنم، ولی تو همه جا ثبت شده. اگه کسی تو لبنان از فنا زندگی میکنه حتما بنویسه. اگر در تایلند پولی رو زمین باشه و شما پاتون رو پول بذارید ممکنه به زندان بیفتید، چون به اعتقاد اونها شما دارید به پادشاهشون توهین میکنید. میتونی من چقدر رو 2000 تومانی راه رفتم؟ در بنگلادش اگر در امتحانات تقلب کنی بدون در نظر گرفتن اینکه چند سالت، 6 یا 26 به جرم تقلب در امتحانات به زندان میافتی. دانش آموزان ایرانی حداقل امکان به هیچ وجه برای تحصیل به بنگلادش نرید. در اسرائیل دماغ گرفتن در روز یک شنبه غیر قانونیه. دوشنبه بگیرید. در بحرین دکتر مرد اگر بیماری خانوم داشته باشه فقط از طریق آینه میتونه به صورت بیمار نگاه کنه و در هنگام عمل جراحی آینه رو میشکافن. این چه قانونیه؟ قسمت دوم شوخی بود ولی اولش واقعیه. دکتر زن رو باید از تو آینه یا یه چیز دیگه ببینه، یعنی نمیتونه رو در رو بیاد دکتر زن رو ببینه که یه وقت لبهاش به لبهای زن. این یکی قانون رو بدون تصویر باید خودم بهتون بگم. تو کولومبیا وقتی زن و مرد ازدواج میکنن اولین همخوابیشون رو مادر عروس میتونه ببینه. یعنی اونا میرن تو اتاق اولین همخوابی و مادر عروس وایساده داره نگاه میکنه. به بچه بزرگه، اه اه چه سفیده. چیه اینا؟ چیه؟ مسخره کردید ما رو؟ در گوام قانون به دختر پسرا تا وقتی که ویرجین هستن نمیذاره ازدواج کنن. یعنی دختر پسری که تا حالا نداشتن اصلا نمیتونن ازدواج کنن. من با این قانون تو حدودی موافقم که الان اینجا جاش نیست توضیح بدم تا چه حدودی موافقم، چون میره به سمت موضوعاتی که
تو کانال من دوست ندارم راجبش حرف بزنیم چون انواع اقسام سنا هستن و شاید الان جاش نباشه. عجیب ترین قانون در هنگ کنگ، اگر مردی به زنش خیانت کنه یا بالعکس، زن میتونه اون مردو بکشه و طبق قوانین هنگ کنگ هیچ جرمی برای اون زن در نظر گرفته نمیشه. پس زنی که به مردش خیانت کنه، مرده هم میتونه زن رو بکشه و بالعکس. پس اگه رفتید اونجا خیانت نکنید. و اما رتبه یک بین عجیب ترین قانون های دنیا، در کشور ایران خیار خوردن مجری در تلویزیون یا هر زنی، خیار باشه موز باشه، فکر کنم به زودی سیبم باشه، یعنی اگه یک زن در تلویزیون ایران خیاری رو گاز بزنه ممنوعه و اون زن کلن ممنوع کار میشه، چون گاز زدن خیار باعث تحریک مردها میشه. واقعا چی فکر کردید؟ فکر کردید ما مردو اینقدر مثلا اون چیزه هستیم که آخر شری داره اولش هم حد داره؟ واقعا اونجوری هم نیست. ما خیلی آدمای خوب، ما در اوجش یه گلنار مصلابه بود، اینقدر هم عوضی نیستیم به خدا. خب گایز، امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده بوده باشید. اینم از قوانین عجیب غریب کشورها بود که به ما نشون دادش که فقط ایران نیست که قوانین خفن داره، بعضی کشورها هم قوانینشون خیلی نامردیه. و اما فیلم امروز، همه چیز برای فروش. امروز گفتم یه فیلم ایرانی بهتون معرفی کنم. بچه‌ها فیلم همه چیز برای فروش فیلم سینمای ایرانی، خیلی قشنگه، فیلم درامه، اصلا یه چیز عجیبیه در مورد مشکلات جامعه است. و دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم و اسپویل نمی کنم. اگه ندیدید واقعا ببینید، به دیدنش میارزه. کوریا جان، این شلوارک رو عوض کن. هر وقت شلوارک نشون دادی این بود، دفعه بعد یه چیز دیگه بپوش. حرف درسته، ولی وجدانم اون موقعی که مثلا شلوارکم لو میره اون پام شانسم. مثلا الان اصلا چیزه، مثلا یه شلوارک توصیه، میگه من ریاضیم ضعیفه، بعضیا رو نمیتونم آدم حساب کنم. در مورد ویدیو دیروز بود، سنگین ترین جملات. من واقعا اینو نفهمیدم. بعد خیلی ها نوشتن که این پسره میگفت من ریاضیم ضعیفه، بعضیا رو نمیتونم آدم حساب کنم. چه جمله قشنگی گفت، حیف شد نفهمیدم اون لحظه. مجددا ستون، اون سه حرف آخر عدالت بود نه ایران، سلطان سوتی. اینم نفهمیدم، داشتم به این فکر میکردم اون پسره که مثلا داره ویدیو خودشو میبینه، از عدالت فقط سه حرف آخرش به ما رسیده. بعد یهو من میام میگم ایران که آخرش ران داره، چه هرسی خورده، یعنی داشته پاره میشده. خب گایز، ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید، ساباتون نریزه من که سابسکرایب کنید. راو تو 313 تا، ما هر شب برای شما ویدیو داریم، هر شب هر شب. اونقدری که دخترها به دوستاشون خیانت میکنن، پسرها به دخترها خیانت نمیکنن. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. گود بای.